این نمایشگاه حکایت از روابط حسنی ترکیه با مردم افغانستان دارد. این نمایشگاه عکس روایتی از دوران زندگی محمود طرزی، پدر ژورنالیسم افغانستان و اولین سفیر افغانستان در ترکیه به نمایش گذاشته شده است. هدف از گشایش این نمایشگاه زنده ساختن خاطرات دیرینه دو کشور و از طرف دیگر تقویت روابط دوستانه میان افغانستان و ترکیه عنوان شده است. هدف ما، نیاز ما از اون نمایشگاه ها میخواییم که روابط آمریکی افغانستان و ترکیه را نشان بدهیم، به خاطر اینکه این گونه نشان نمایشگاه ها تقویت روابط دوستی و افغانستان بسیار ارزنده است، به خاطر این سعی میکنیم که این گونه نمایشگاه ها ادامه بده. خواهش مندم دعوت کنندگان یه بار تماشا کنند، نگاه کنند روابطمان چقدر عمیق است، پرمعنا است. گشایش این نمایشگاه با استقبال گرم فرهنگیان و استادان دانشگاه مواجه شده است. فرهنگیان به این باورند که راه اندازی این دست نمایشگاه ها برای تقویت روابط دوستانه دو کشور مهم و ارزنده است. این نمایشگاه میتونه که نمو خاطرات گذشته، اما دوستی فرهنگی و علایق فرهنگی که بین دو طرف وجود داشته اینا رو تازه بکنه. خب دولت ترکیه هم از تقریبا دو دهه به این طرف در افغانستان از جمله ولایت هرات بسیار فعال بوده و کارهای بسیار خوبه دفتر تیکا از جمله دفتر تیکا در هرات انجام داده که فرهنگی های هرات و در مجموع فرهنگی های افغانستان از همچون موافل و از کارکردهای از اینا قدردانی و سپاس میکنیم. برگزاری همچون نمایشگاه ها اگرچه در حد کوچک برگزار میشه، میتونه که در تقویت روابط فرهنگی میان دو کشور ترکیه و افغانستان بسیار مفید و مؤثر واقع بشه. در آینه اخیر دوستای ترک ما، کشور دوست و برادر ترکیه، کارهای ارزنده در عرصه های مختلف بازسازی در کل جغرافیای افغانستان به ویژه در هرات کردند. همزمان با برپایی نمایشگاه عکس، دفتر تیکا در هرات از 87مین سالگرد وفات محمود طرزی و فخرالدین پاشا اولین سفیر ترکیه در افغانستان با حضور استادان دانشگاه و شماری از فرهنگیان گرامی داشت به عمل آورد. به همین ترتیب نقش و عملکرد ترکیه در افغانستان و به ویژه در ولایت هرات در راستای آموزش، صحت، پروژه‌های انکشافی و بازسازی بناهای تاریخی بسیار ارزنده خوانده می شود. داشتهای مشترکی داریم. ترکیه از اولین کشورهایی بوده که محصلین ما را پذیرفته، از اونجا ما اولین دکترای ما کسایی بود که در ترکیه تحصیل کردن، نظامی های ما بیشتر در ترکیه تحصیل کردن، تا اصطلاحات نظامی را که شما در قطعات اردوی خود میبینیم بیشتر کلمات ترکی بوده و بیشتر مربی های ترکی و افسرهای ترکی در افغانستان آمده در پهلوی نظامی های ما کار کرده. از طرف دیگر مسئولان دفتر تیکا در هرات همچنان تاکید دارند که در راستای تقویت روابط دو کشور بیشتر تلاش خواهند کرد. آنان همچنان علاقه‌مندی خود را نسبت به اجرای پروژه‌های بازسازی و مسائل فرهنگی در این ولایت ابراز داشته‌اند.